علی فلاحیان تنها مقام جمهوری اسلامی است که در به دلیل اتهام دست داشتن در دو عملیات ترور خونین در دو کشور و دو زمان متفاوت تحت پیگرد پلیس بین المللی. یکی از اون عملیات ترور صادق شرفکندی دبیرکل حزب دموکرات کردستان ایران و سه نفر دیگر در رستوران میکونوس برلین در 20 سال پیش از این است و دیگری کمتر از دو سال بعد انفجار مرکز همیاری یهودیان در بوئنوس آیرس آرژانتین در تیر ماه 74 که حاصلش 85 کشته و بیش از 200 زخمی بود. فلاحیان همین امروز هم که عضو مجلس خبرگان رهبری است ظاهرا طرحاشو در خارج از کشور همچنان دنبال میکنه. سال پیش یادتون هست که ماجرای به اصطلاح نفوذ فردی به اسم محمد رضا مدحی در اپوزیسیون خارج از کشور خیلی سر و صدا کرد. این آقای مدحی از حدود 3 سال پیش که به گفته خودش از مالزی به آلمان رفته بود با ما تماس گرفت به بهانه اینکه باش مصاحبه‌ای ترتیب بدیم و از آغاز هم ما میدونستیم که او به احتمال زیاد مأمور است و به یقین میدونستیم که مشکوکه. میگفت درباره هر چیز یا هر کسی حاضرم حرف بزنم مگر علی فلاحیان. فیلم ها و عکس هایی هم برای اثبات خودش که ما بشناسیمش که چه موجود مهمی است که آمده از درون نظام بگه فرستاده بود. برای نمونه این فیلم رو ببینید که فکر میکنم جایی دیده باشی. آجا این هم دانزرش کنم بره. آجا این نگاه بکنم چه یاده بره. این چیزه؟ این عواصف ها که پادشاه تبرونی. و هرچی باشه داش کچیگه منه. عددی نیه. نه این... کسی بالاتر از این نیست دیگه، همه چیز در اختیارش. خود دانزلش بود نه بری خودمون در رو بگیر. خب عباس نورد مقبه مرسی حاج عباس، ان شاءالله حجت قبول باشه. حاج آقا چه سفارشی داری برای من؟ شب رفتم حج، چه دوست داری مثلا برات بیارم؟ چیکار اونجا بکنم مثلا خوشحال میشی؟ موجب رضایت خدا میشه. علی فلاحیان مثل معاونش سعید امامی و مثل همین آقای مدحی هر عملشون در چارچوب نظامه. در پرونده قطور بازجویی از سعید امامی معاون وزارت اطلاعات در دوره ریاست جمهوری رفسنجانی، سعید امامی میگوید من عیناً از رو میخونم: من هیچگاه بدون کسب اجازه و یا بدون دستورات مقام عالی نظام، مقامات عالی نظام کاری انجام ندادم. از مدت‌ها پیش قرار بود جمعاً 100 نفر اعدام شوند. حکم حذف 29 نفر از نویسندگان از مدت‌ها پیش مشخص و احکام قبلاً صادر شده بود که در مورد 7 تن از آنان احکام در دوره وزارت علی فلاحیان اجرا شده بود. وقتی حکم اعدام فروهر به ما ابلاغ شد پرسیدیم که تکلیف احکام معطل مانده اعضای کانون نویسندگان چه می‌شود. حاج آقا دوری گفتن هر چه سریعتر اقدام شود بهتر است و این بار هم مثل ما قبل انجام شد، با فرق اینکه به جای ابلاغ از سوی فلاحیان امور از طریق حاج آقا دوری نجف آبادی هماهنگ میشد. فلاحیان با وجود آنکه خود حاکم شهر بود اما معمولا و در موارد حساس احکام حذف محاربان را شخصا صادر نمی کرد. او این احکام را از آیت الله خوشوقت، آیت الله مصباح، آیت الله خزعلی، آیت الله جنتی و گاه از حجت الاسلام محسنی اژه‌ای دریافت میکرد و به دست ما میداد. وقتی دستور حذف حاج آقا احمد خمینی را آقای فلاحیان به من ابلاغ کرد مضطرب شدم و حتی به تردید فرو رفتم. دو روز بعد همراه با آقای فلاحیان به دیدار آیت الله مصباح رفتیم. آقایان محسنی اژه‌ای و البته بادامچیان هم آنجا بودند. بعدن حاج آقا خوشبخت هم از بیت آقا آمدند آنجا و نظر جمع بر این بود که نباید به کسانی که با ولی امر مسلمین خصومت می کنند رحم کرد.